جریان سریا پروین قفاری اینو چی بود؟ شاه مشغول بود به زنبارگی، درست بود واقعا؟ بدون برو برگرد، یکی از بزرگترین افسانه های خاندان پهلوی و اون دوران اون عشق بزرگ شاه و سریا است. بله، من از خانواده بختیار ریا، کسانی که با سریا اسفندیاری فامیل بودن و به طور خصوصی شنیدم، اینه که شاه همونی که فرموده بودید خیلی آدم عیاشی بود و دنبال عیاشیش بود و هنرپیشه‌ای بود در اون زمان به نام پری غفاری. خلاصه پری غفاری از اولین گرلفرندای شاه بود و خودش بلوند میکرد مانند خارجی ها و ایشون هم که شاه مثل که بلوند و خوش میبود، اینا هم خوش میبود. بعد رو همین اصل رابطه که با پری غفاری داشت، این رابطه ادامه پیدا کرد حتی بعد از ازدواجش با سریا اسفندیار. باور بفرمایید از خود فامیلای بختیار من شنیدم، یعنی فامیلای نزدیک سریا اسفندیاری، زیراوی رفته بود و پری غفاری رو برداشته بود برده بود رامسر با هواپیمای اختصاصی. احتمالا یکی هم به سریا خبر میده و سریا میره اونجا، یکی هم به سریا خبر میده و سریا بلند میشه میره رامسر. وارد اتاق که میشه آقا و پری غفاری بله برمیگرده بهش میگه ملکه ایران چیکار داره میکنه؟ برمیگرده این مردی که فلان فلان شده ملکه ایران کی؟ شاه ایران موقعی که از این کارا میکنه میخواست ملکه ایران اینجا نیاد. داستان واقعی اینه که سریا برمیگرده به تهران و سوار اولین هواپیمای رهسپار اروپا میشه و هیچ وقت به ایران برنگشت. بعد از اون بعدها دربار اعلامیه داد که به خاطر نازا بودنش طلاق بی حاصل شد و اینا، که اونم جز ماسمالیه. خب حالا بدن، حالا این بود بدن فرح چجوری پیدا شد؟ همه میدونن که ایشون در پاریس تحصیل میکرد. پاریس که تحصیل میکرد دوستی داشت به نام میترای شعشعانی. میترای شعشعانی گرلفرند آقای اردشیر خان زاهدی بود. آقای اردشیر زاهدی به شاه میقبولونه به خاطر چه مسائل سیاسی هر چی که یک دختر از طبقه عامیانه مردم هم بگیرید به نفع سلطنت.